دلم خوش نوه بزرگ کردم، دلم خوش باغبون کارگر دارم. وقت من پیرمرد این زباله را از ته باغ بردارم بیام اینجا. تو اینجا چیکار میکنی؟ من وایستدم یکی از دوستان داره میاد اینجا، آدرس گم نکنه. چه دوستیه که آدرس اینجا رو نداره هنوز؟ دوست جدیدم آقا جون، نمیشناسی شما. اینجا چیکار داری میکنی حالا؟ من هیچی، داشتم یه دستی سر روی این میکشیدم. نشته اینجا آبر رد میشه. آقا سلام علیکم، ببینین داره چیکار میکنه. آقا جون آخه نگاه کن، آخه زور نیستش. نگاه کن آقا، برای ما شده نامزد شورای انتخاب محله. آدم لجش میگیره. خجالت نمیگشی واسه یه مش زحمت کش داری این اداها رو در میاری؟ ای بابا خجالت بکش. آقا جون، آقا جون میدونی این کیه؟ هر کی باشه میخواد واسه این محله زحمت بکشه، دارن انتخابش میکنن، مسئله ای نیست. یعنی شما واقعا نمیدونی این کیه؟ نگاه کن این عکس ساله بشه. قشنگ دقت کن. این خیلی قیافش دوست خودتونه دیگه. کی؟ این فیروزه دیگه، بابای فریبرز. خودت بی‌معرفتشه. مو کاشته و کلاه گذاشته نشناختم. حالا ازش طرفداری کنین دوباره. نامرد. تو میخوای واسه من رئیس شورای محله بشی؟ کاندید قشر زحمتکش. ای خدا قربون خداییت برم. اون از پسرش که زندگی عمره به هم ریخت، نه خودش. میدونی تا دو سال پیش این چی کاره بود؟ سر چالا ماسبندی داشت. آدم چیا میبینه به جونتون؟ آخه کی رأی میده به این؟ ها؟ نمیدونم رأی خیلی واسهش تبلیغ کرده. او کوچه رو ببین چی کار کرده، پر عکس آقا جون. مگه ما مرده باشه این رأی کرده؟ میدونم آقا جون، میدونم، ولی آخه اون چرا؟ باز حرف خودشو میزنه. من اگر این کاره بودم 40 سال پیش که بهم پیشنهاد کردن بی برو مجلس سنا قبول میکردم. نه عزیز من، حرف من اینه، اگر این فیروز، این مرد که کچل که رفته مو کاشته فکر میکنه عوض شده، این رای بیاره یه کاری بشه بهمون میخندن. آره بس چی خیال کردی؟ باز حرف خودشو میزنه. نه آقا جون، نه من، ببین چیکار میتونی بکنی. من به قاسم کله پزم گفتم، به تو هم میگم، من زیر باری حرفا نمیرم. نه هر کاری دستت برمیاد بکن. آره نه زود حالا. خداحافظ. میگم آقا جون، شما بی خودی داری خودتون اذیت میکنید. شما ها ساده این، نمیدونین حرص من از چیه. اونا چیه؟ این آقا جون به کلام گیلاس دوختم که الان فصلشه و حیف استفاده نکنیم از گیلاس. رو نمیگم، من کارتا رو میگم. آها آقا جون، این کارتا چیز دیگه، عکس فیروز خانه. دیدیش آقا جون قشنگه؟ ببینید، ببینید آقا جون، این ورش عکس خودشه، خب بعد حالا این ورش که برگردونیم هم تقویمه، هم اینجا جای دو سه تا شماره تلفنه، بعد اینجا هم شب رنگ داره. بدبخت، اگه تاریکی گم شد دیدیش. کارت به جای کشی رفتید کارت های این پخش میکنه. من میدونم حالا زیاد شما ارث نخورید. حیف که من پیشنهاد این بر بچه ها رو قبول نکردم، خودم رو کاندیدا نکردم، این افتاده جلو. چه؟ چی آقا جون؟ یعنی منظور بارها به من پیشنهاد شده برم مجلس سنا، قبول نکردم. الان هم مثلا همین محل من اگه کاندیده بشم خیلی میکنی این رای میاره؟ نه شما کی آقا جون؟ یعنی نمیدونم، ولی بهتون نمیاد برای کاندیدا. حتما این کله پزه بهتون گفتره. میگم بارها به من پیشنهاد چه، من به خاطر شماها نکردم این کارو، به خاطر اینکه شما ترقی کنین هی کشیدم کنار خودم از سیاست. حالا تو وایستادی اینجا تو روی من به من میخندی؟ نه آقا جون، من غلط بکنم. همین الان خندیدی؟ نه من به یه چیز دیگه خندیدم. به چی؟ ببینید از یه نظرم نگاه کنیم، اتفاقا خیلی هم بهتون میاد که حالا کاندید بشه.
من یه لحظه آقا جون یه تلفن خیلی ضروری دارم الان میام. ببخش سری پر رو سلام سلام الان سخن نباشه خدمت شما نه همونجا وایسا همه تون بیزارم اونا چیه دستت؟ خب نمیذاری حرفمو بزنم که این آقای تو کوچه بود بعد منو دید از من خوشش اومد گفت این کارتا رو پخش کنی دونه 5000 بهت میدم منم دیدم خب اگه 1000 تاشو پخش کنم 50000 جیرینگی تو جیبمونه گفتم که 1000 تاش میشه 500 تومن ببین چه پولای خرج صبر کن ببینم شهرود به تو گفتم دونه 5000 اینا رو پخش کنی بهت میدم ببین چطوری جوونا رو از راه در میکنه سر من کورا رفته مثل که میوسط به منم دادن از اینا تو هم؟ حرف یک قرون نزدن مال فیروز خانه مو کاشته و به من اصلا تو کی باید حرف زدن؟ قلم دست پاتونو خورد میکنم یه دونه از اینا تو محل پخشه حالا دیگه رفتی نصف فیروز تبلیغ میکنی؟ بس نصف من 500 تومن شو بردن بفرمایید اصغر جان یه دفعه گفتی گفتم نه قربونتو برم من فقط میخوام این فیروز رأی نیاره نه بابا خود قربونتو برم من بارها بهت گفتم من نه حوصله شو دارم نه دیگه الان نه فکر کس دیگه ای باشید به جان تو نه به خدا من حالا باشه حالا اصرار میکنی دیگر را دیروز تالا همه گفتن باشه چشم شما هم کاراتون رو بکنی منم چشم حالا باشه خداحافظ ول نمی کنن آقا آدم کی؟ چی شد آقا جون؟ رفقا ول نمی کنن حالا رفقای خالی نه بزرگای محل کسبه از دیروز تالا که آقا خودت بیا کاندیدا شو واسه این سنای محل چیه؟ شورای محل رئیس شورای محل ولی از من به شما نصیحت نصرت خان ببین این رفیق بد آتیشه یهو میان سیگاریت میکنن شما هم که ماشاءالله زمینه‌شو داری و پس فردا هروئین و جوب و اینا به هر حال من میخواستم این نصیحت کرده باشم که زیاد شما نمیخواد من نصیحت کنی که خب حالا پس چی شده؟ هیچی دیگه منو مجبور کردن که کاندیدا بشم برای همین رئیس شورای محل قبول کردین شما؟ یه چاره نیست رو در واسه انداختم چیه؟ نه هیچی نیست خیلی جالبه ما چرا میخندی؟ نه یه چند نقد خیلی جالب شده با نمک واقعا قبول کردین نه؟ چاره نیست گفتم اگه قراره واسه مردم کاری بشه اینا میگن گفتیم ما آقا جون برم لباس عوض کنم ببخشید برو اون خندهای مسخرت نمیخوام واسه کی حرف میزنی اینا استاد خان اینا شورشون نمیرسه که اینو اون فرهاد بیا کی حرف بزنی که حداقل خریدار داشته به شرفتون جان ببین شهر جان الان چند روزه خصوص از دیشب تا الان اهالی محل و رفقا و کسبه و اینا فشار به من اصرار در اصرار که بیا کاندیداشو واسه رئیس شورای محل و اینا خب بعد شما قبول کردین دیگه اصرار کردن دیگه چاره نداشت جدی قبول کردین میگم سر کارتون گذاشتن شهر گم شو دیگه همینجا نیا بایستیم ببینم میرم کاندیدا میشم شرکت میکنم رأی میارم انتخاب میشم تا چشمتون دراد تا کور شود هران که نتواند دید نتواند درد بیدرمون من داشتم میترکیدم از خنده بعد ارسال میکرد میگفت
من حال این فیروز خانم میگیرم. میگیرم. دارم میخندم. من هم میگم یه جایی آدم سنش که همیشه میره بالاتر یه میشه روحیش آره این بچه ها لطیف میشه یه جوری این بچه ها گمبلیه. ولی فکرشو که آقاشو چهار تا رعی هم نداره. چهار تا رعی من عمرم بهش رعی بدم شنیده مثلا هرکی به هرکی به وقتی نه دیگه اینطوری که بشتر آقاشون رو بین خودتون ببینه. یعنی چی آقاشون حالا ما چی نمیگیم داریم میخندیم تو حواست باشه. منظورم آقا چون مثل خب عجب شامی امشب. سلام آقا جون. سلام سلام. چی شده همتون اینجا دارم شدی؟ راستش آقا جون این گلچهره که تنها بود ما گفتیم این دست تنهاست بیایم به کمکش کنیم. بله شما که اونجا نشسته بودی چه کمک؟ آره مدارک بردم و اسم نوشتم. آقا نبودین ببینین چه احترامی، چه بیشین و پاشویی. همه به اتفاق گفتن که آقا این پست اصلا برازنده خودت. گلوم درد میکنه آقا جون ببخشید من ببخشید گلوم درد میکنه اذیت میشه. چی میخندی میخوادی؟ نه آقا جون. خب حالا من فقط یه چیزی بهتون بگم یه نکته رو از امروز دیگه حواستون جمع باشه حرکاتتون رو خیلی کنترل کنین. نمیخوام پشت سرمون حرف بزنن دیگه ما تو موقعیتی هستیم که آره گلون درد میکنه آقا جون. آره نمیدونم من نمیدونم چرا میخندی آقا جون. ما سرامون درد میکنه فشارمون افتاده پایین. شما ناراحت نشین. من از اون آدمایی ام که اگر نماینده بشم نمیذارم یک وجب از خاک این مملکت دست اجانب بیفته. چه ربطی به مملکت داره دیگه آقا جون؟ شلوغش میکنی؟ مملکت که نمی... مملکت ربطی داره؟ نه بخند. بله تو به خصوص خفه شو آقای موفری مارمولک. من به خدا نکرده به شما نخندم. من به گلرخ خندیدم. آره شست بد زد میتونی گلرخ خندیدی کل نکن. من تو خونه نشستم هیچی عالم نیستی چی نمیفهمم. من خیلی چیزا میدونم بس کنین دیگه. این میخندی این چرا دروغ به من کی دروغ به من میگم گلوم درد میکنه تو هم همون جمله رو بگو منم گلوم درد میکنه. آقا بس اینا نیست اصلا آقا جونو جب میگیره خیلی بد میگیره. خیلی بد شد الان فهمیدش که ما داشتیم میخریم. بچه الان شهردار کیه؟ آقا جون ببخش شما هنوز اسم شهردار رو نمیدونی. اصلا شهردار رو نمیشناسی میخوای بی خیال برونی زایه بود بد میشه. تو نمیخواد منو نصیحت کنی؟ من به خاطر تو موفری مارمونک رفتم وارد سیاست شدم. به من چه ربطی داری؟ تو چه ربطی داره؟ پدر فریبا شوهر سابق گلچهره رفته کاندیدا شده عکسشم همه جا پخش شده. من برای اینکه تو دهنی بهش بزنم رفتم رقیبش شدم اسم نوشتم. فریبورد شوهر سابقه کی دارنی؟ عم گلی. آخه مرد حسابی این کارا چی داری میکنی؟ هر کاری یه راهی داره آخه. چرا دیوونه شدی؟ آقا فریدو این آقا اول باید داره پسرش رو درست ببکتی بعد بیاد این کارا رو کنه. بس اون بقیه بزرکا دابنی بابا جون ما باید عقلمون رو کار بندازیم. بله مردم که چیزا حالشون نیست این کله رو به کار بندازید مخ رو به کار بندازید. راست میگه باید منطقی باشیم دیگه. تو منطق میدونی چیه نیم ساده منطقی منطقی از اون اولی منطقی میگی؟ منطق تو دبیرستان میخوندیم نمیدونم. حالا تو هم نمیتونی دبیرستان نه خب واقعا یادم نمیدونم. بله ما با هیچی نمیدونی یه ساده منطقی منطقی میکنی. من باید چونه این پدر و پسر با هم پایین دوردیم. یعنی من اگر باز این داره حرف خود این دریوری ها چی وجه داره بیروسی های
با تو او. درست صحبت کنم. به کی گفتی او؟ به کی؟ فوش میده. باش کن ببینم. چته تو در چی میگی؟ فوش میده من دریوری. نشبت؟ میگه دریوری ننویس. اونو یه جور مؤدبانه بنویسش. بله. دریوری نیست دیگه رو تمام دیوارا مینویسن این چیزا رو. حالا بله تو مؤدبانش. مؤدبانش بنویس. آقا برکن آقا. چیکار داری؟ شهر جون بنویس. بنویس آقا بزن بنویسه. هر چی بنویسه کم نوشته. یه قالطاق هم بنویس به اینا. ای یاده بر من آقای گشتاس اون داره پول خرج میکنه برای خودش تبلیغات میکنه پس وردام رأی خودشو میاره اون وقت تو داری اینجا خودکشی میکنی خود تبه میبری آقا شما بگین آخه اگه پای پول خرج کردن ببایتی وجدانی من کم نبایم اصلا کم نبایم پول خرج میکنم فراوون دو شوت جفتشون رو میکشن پایی خب عزیز من آروم آخه نمیشه که میگه آروم آقا شما از موقعی که دوماده ما شدی میدونیم پول خرج میکنی بله تمام بابا بلش بلش بایسا یه دقیقه گوش ببین چی میگه فرامر پول خرج کن تبلیغ کنیم آقا جون بشه فقط آروم باش من ببینی چقدر آرومم ما که نمیذارم این مرد چه آقا فرامر آقا فرامر آرومش کردیم تو شروع کردی؟ بابا عجب گرفتاری شدیم ها چی خوب شد؟ اینجا همونه که یه لطفاً نوشته آره؟ آره آره ندیدم آقا فرق نکرد یه ببخشیدم اون آخرش بنویس آره یعنی یه ببخشش برایتی حل دورنی؟ همیشه دیگه مؤدبانه میشه آره شما آقا فرم از خود خدمت رفتی؟ آره خب مافیا اونو گرفتی مافیا اینو که راحت‌تر میتونستی بگیری مافیا چه گرفته از اونجا که دو سال می‌خواستن بهم بدم خودم لج کردم گفتم آره. من باید برم اونجا آره راحت مافیا میدادم به شما به هر روز میدم شما صدری تیکه میندازی آره دیگه تا حالا این دو تا دعواش شد و اینم خدمتتون بگم من از اون آدمایی نیستم که وقتی به پست و مقامی میرسن خودشونو فراموش کنن من از خود شما هستم از پوست و گوشت و خون شما هستم و اگر لازم باشه دقت کنید و اگر لازم باشه حاضرم جانم و فدای این مردم خوب و خونگرم محلمون بکنم اگر لازم باشه خب بله قول دارید و شما مطمئن باشید که به حرفامون عمل خواهیم کرد دست دارید دست دارید ای آقا میکایل دربندی اینجا تو این جمعیت نیست آقا میکایل کار واجبه ها کار واسه یه نگاه نیست بابا نیست میدونم که حرف زیاد زدم و ممکنه خسته شده باشید نه اصلا ولی میخوام اعلام بکنم که از این به بعد ما تو این محل دیگه سختی و عذاب و ناراحتی نخواهیم داشت دست آوردیم و ما چیزی به اسم زباله گرانی و هرج و مرج نخواهیم داشت دست آوردیم این آقا میکائیل نیستش تو جمع کار واجبه ها خودش گفته منو صدا کنم خانم بچه ساکت آوردی رستت خان صحبت آوردی آفرین کوچولو بفرمایید ما دیگه تو این محل بی سواد نخواهیم داشت دمت گرم دست ما دیگه تو این محل چیزی به نام فقر نخواهیم داشت ما دیگه مشکل مسکن نخواهیم داشت و قابل توجه جوانها ما دیگه تو این محل انشاءالله مشکل ازدواج نخواهیم داشت دست آوردیم خواهی محبت کنیم بچه را بیرون ببریم لطفاً اون سخنانی رو سکن دوانانی بفرمایید بفرمایید کوچه بغلی بفرمایید سرخا دست آوردیم
و انشالله ما دیگه هیچ مشکلی نخواهیم داشت. دست بردارید! دست بردارید! باشی! چی شد آقا جون؟ چی شد آقا جون؟ یواشتر دست بزنید! خیلی خوب شما جاتون تکون نکنید، همونجا وایسی. گشت هست؟ گشت هست؟ پس چی اینجا وایسی؟ بیا ببین آقا جون چه شه؟ بوده بوده میبالم! دست بزنید! دست بزنید! آقا جون چی شده؟ خانم گلچهره خوب میشم شما ادامه بدیم خوب میشم ببین بادیشم کف بلند اول بزن دست آوری موقتا خیلی خوب لیدیز اند جنتلمنز خانم ها و آقایان اینجا خیلی امنه ولی اگر اتفاقی براتون افتاد دو در قسمت پشت سر شما یک در قسمت عقب یک سوراخ بزرگ اون تها هست شما میتونید از اونجا فرار کنید. من میخواستم از مسئولی خواهش کنم که امیدوارم آقا جون منم جزو یکی از اونها باشه خواهش کنم که به خانوم ها تو جامعه بیشتر بها بدین همشون مظلوم واقع شدن همه مظلومه صحبت های همسر بنده دست نداشت دست آوردی خانوم ها آقایون توجه کنن از طرف فیروزخان برای هر کدوم از شما یه بسته کادویی در نظر گرفتم البته یکی یه دونه تیشرت که عکس خودشون روش چاپ شده به عنوان یادگاری به شما میدم اشتگشم رب کن آقا در ذهن ایشون تأکید داشتن شام در خدمت شما باشه چلو کباب کوبیده با نوشابه ای حالا میبینیم یه چیزایی هست که من نمیتونم به آقا جون بگم ولی به تو که میتونم بگم من نمیفهمم اصلا این کارهایی که تو میکنی یعنی چی این همه پول خرج میکنی میری آدم مثلا برای آقا جون میاری فایده نداره خیلی بیمنیه بیا اینجا بیدم بکنم آقا من دستم به این فریبرز نامرد برسه واسه من میره شام میده برگ من برگ میدم این هوا جایزه بده دوتا جایزه میدم قضیه رو کم کنی به بایتی آکم نبه باید عمرن خب اول اینکه اونجا جای نشستن نیست باش بیا اینجا بشین همونجایی که نشستی جای نشستن نیست اونجا بیا این همه صندلیه اصابم خورد داورنی بیا بشین قشنگ چای تو بخور پاشو برو اونور بشین دیگه اینجا جای منه خب بشین اینجا دیگه چه فرقی نه بابا جون این همه صندلی پاشو برو یکی از این صندلیا بشین من میخوام بشینم خب شما یکی از این صندلیا بشین بابا گیر نده بابا این صندلی رو میگم اونجا بشین جای من میمونه بشین بشین خب بشو به سر خوب من توپل ترستم برو محکم باش ولت میدم مقاوم باش میفرمایید ببین این کارا فایده نداره نمیدونم من برم کباب بخرم نمیدونم روی اونو کم کنم نه بابا جون تو امروز کباب انقدی بخری اونا میرن فردا یه کباب انقدی میخرن دوباره تو بری باز یه کباب بزرگتر از اونو میخری انقدی بخری اونا میرن یه کباب انقدی میخرن هی تو اینجوری گنده تر میخری اونا گنده تر دیگه دستم چیز نمیشه ولی یه دفعه میبینی 40 متر بعد کباب بخری حدودا آفرین الان اینجا معلوم شد با قشنگ آلمان بودی زد بیرون نه حالا منظورم اینه که این کارا فایده ای نداره ببین بهترین راه حل من این چیزی که به ذهنم رسیده این چیزا که من میگم رو تجربه است رو حساب یه سری چیزایی که من به راحتی به دست نیاوردم بهترین راه و روش اینه که تو دل مردم رسوخ کنی یعنی اینکه خودتو تو دل مردم جا بدی متوجه شدی؟ شما میگید من چیکار کنم؟ الان هر کی یه سرکوفتی میزنه من چیکار کنم این وسط ها؟ میگی بهترین راه چیه؟ من فردا چجوری تو چش گلی نگاه کنم؟ خب ببین اینم یه راه حل داره تو درست مغزت عقلت نمیرسه ولی من که میرسه من میگم که باید سعی کنیم از آقا جون یک قهرمان بسازیم از آقا جون؟ آره سخت نیست؟ نه اصلا خیلی از تو هم من میتونم یه قهرمان بسازم در صورت من همون روزای اول که تو رو دیدم مثلا این بیجامه‌ای که تنت بود و با اون وضع ظاهری که دیدم هر کسی دیگه بود نمیتونست فکر کنه که از تو هم میشه یه قهرمان ساخت بیجامات در میارم
یه شلوار درست حسابی پات میکنم، موهاتو شونه میکنم، عین آدمیزاد استانداردت میکنم و تو هم میتونی یک قهرمان باشی. شما هم میتونی خودت. من بودم، من هستم قهرمان عزیزم. من سالهاست یه قهرمانم. حالا اینو نه اینکه از خودم بخوام تعریف کنم ولی هستم. بله. حالا منظور اینه که از آقا جون ما باید یک آدمی بسازیم، یک اسطوره، یک قهرمان، کسی که مردم برن تو کتابا بخوننش، یعنی داستان زندگی آقا جون شخصیتش رو برن تو کتابا بخونن، مثلا یه شخصیتی اولیویر. نه نه نه، مثل آه تو بینوایان رو خوندی؟ آی کمک! آی کمک! آقا یکی به اون جوان بدبخت کمک کنه، گردن زیر ماشین له شد. باید بکنم کسی دست داره، هیچ کس نباید نزدیک این جوان بشه. اجازه بدید گوش کنید اجازه بدید. اولین جوان در بدترین شرایط قرار داره، لاستیک این چرخ قشنگ افتاده رو مویرگ آورت این جوان. با کوچکترین حرکتی این جوان پر میشه و میمیره. چه میشه بچه اگر دست روی دست به قضا امتحان تمام میکند میمیرد. خیلی داری بد بازی میکنی. خب تو گفتی اینو بگو یه جمله بگو، گریه کن رو عقب. بابا یه مردی پیدا شه چی کار میتونیم بکنیم؟ ای وای این کار کار یک مرده. بفرمایید. وای دیگه میمیرد. گوش کنید این کار کار یک مرد معمولی نیست. این کار کار یک مرد به تمام معنی. آره کسی از این جبون کمک کنه. افتخار داشت فراد. واقعا روی این جبون قابل تحسینه. من این جبون رو که در حال بردار شدنه تحسین میکنم. آیا کسی از به این جبون کمک کنه؟ نمیخواد کمک کنیم رو آورتشه. شما یه بار دیگه بیاید جلو خواهید میدونی ها. به این نمیخواد کمک کنی. آره یه مرد میخواد، یعنی کی میتونه باشه؟ نوستخان یک مرد پیدا نشد به این کمک کنه. نبود یه ساعت خواسته بینه در بینیم آقا نمیذاره. شما رفتی نداره برد آقا بزن کمکش کنه دیگه. نوستخان ما مدتی اجازه بدی. دستمون حالا یک دستی. دست به افتخارش. دیگه طاقت ندارم این سرها رو ببینم. گریه کنی بابا، گریه کنی. میدونی که تا آخر عمرت مدیون منی. خانما باستین ممکنه برگاهی پخش کنیم. ما خانما آقایان این صحنه تراژدی عاطفی رو همکنون همه با هم دیدیم. میخواستم در مورد مردی صحبت کنم که این جوان این جوان رو نجات داد. این مرد بزرگ کسی نیست جز نصرت خان. دست بدم شده که امیدوارم خوشتون بیاد. ای کاش
همچین مرد بزرگواری نماینده محل ما رو بدی. من نه پسرشم نه دامادشم. دردو گوش کنید، صبر کنید. فیروزخان یه افغانی که از طبقه دوازدهم پرت شده بود رو هوا گرفت. اگرم فکر میکنید من دروغ میگم، بهتر دنبال من بیاد با چشای خودتون ببینید. بیاید دنبال من، بیاید دنبال من. تو تو کوچه بالاتره، بیاید. بیاید دنبال من. دروغ میگم. من میگم کامیون بیاریم جلوش بیشتر داره. چرا داری بازی میکنی؟ صاف کن ببینم. آقا وضعیت ما رو بده بریم پی کارمون. نشو. برو از فیروزخان بگی. یه جا. آقا نصر تو خودت شد کردی. باشه. فیروزخان. باشه فیروزخان. ای خائن. دمش کن بریم دیگه آقا. خراب شد. شما نصر خوش آقا من پتو رو میرم. خب اینم از روبان تموم شد. خیلی بده. یعنی چی بده؟ ببین جوونا میان این روبان اینجوری میبندن به بازوشون، بعد هی مد میشه، این یکی میده به اون یکی، همه یه رفعه روبان میبندن. تازه حسنش اینه که میفهمیم چند نفر به آقا جون رأی دادن. بابا خیلی زشته، مردم مسخره‌مون میکنن، اون دیگه چیه؟ گلی جان خواهر من ببین، الان جوونا نیاز به این دارن که بهشون بها بدی. بابا الان جوونا اینقدر حواسشون جمعه، نمیان که حرف بابای ما رو گوش کنن، حرفایی میزنی. اتفاقا فکر کردی. ببین الان جوونا نیاز به محبت دارن، نیاز به این دارن که بهشون مثلا ارزش بدی، بها بدی، توجه کنی، از اینا بدی. نیاز به این دارن که توی حالا یک سنینی که بهشون آزادی بدی. چقدر آزادی؟ هر کار دلشون میخواد دارن میکنن دیگه. آره دیگه، آزادی معنی نداریم. چرا وسط حرف ما دوتا آدم بزرگ بی خودی عراجیف میگه حرف میزنی؟ انقدرم با اون برق بر نرو، دست ازم برق میگیرده. بابا بذار بگیره ناحته بکنه دیگه، بلا تکلیفی مردیم ما این وسطه. منو نشون این وریم اون وریم. این حرفا چیه؟ این چی داغ میکنه؟ دیگه اگه حرفو نزن داریم حرف میزنیم. ولی اگر آقا جون رأی بیاره چی میشه ها؟ چی نمیشه؟ چی میشه؟ من میدونم دیگه. چیزی نمیشه. آقای بچه پررو، بهت میگم که وقتی ما داریم حرف میزنیم بین حرف ما حرف نپرون. پاشو برو بیرون قشنگ. پس داته بخوم اومده اینجا واسه من نماینده میخواد تعیین کنه. بخومی؟ بسه. پاشو برو بیرون ببینم. حالتو میگیرم آ فاشیست. چی؟ فاشیست. پاشو برو بیرون. چه پررو؟ شهر چه کار رو؟ بچه هست دیگه. یه نظر قد داره؟ چی بچه هست؟ خب بیا، اینم شلوار آقا جون. گنجیش بالا کف در پایین، بخواب کوچولو. خوش باشید، من فقط خوشی شما رو میخوام. دست آوردی آقا جون یکم با این جوان ها صحبت کنید، دوست دارن شما باشون صحبت کنید. من چه حرفی دارم؟ من پیرمرد واسه اینا بگم؟ اختیار من حرفامو قبلا گفتم براشون. واقعا دست آوردی. استاد خان میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟ این فرزان دوست من آقا جون، فرزان خیلی فوتبالش خوبه. آقا جون فوتبال رو نداره، میریم با هم فوتبال میزنیم.
بپرس سوال هر چی میخواد بپرس راحت باش آقا جان همه چی رو جواب میده بپرس بپرس دیگه همین راحت بپرس هر چی دلت خواست بپرس گیر نده دیگه میخوام بپرسم میخواستم بپرسم شما برای سهم دموکراسی در آینده سیاسی ملت چند درصد در نظر گرفتید من برای این موضوع چقدر بگم که شما جوونا راضی باشین 30% خوبه میفهمن 30 تا خوبه دست کنونده آقا جون یه مقداری شوخ‌تره البته ما پول و وقتی فراوون درصد رو احتمالا بالا میبریم نصد خود درست دست کنونده قربونه همتون برم خیلی متشکرم دستا مال من بود من یه ذرشم برای من نه نه کلا مال نوستاد خواب آقایی خواب دوست داری یه ذرشم مال آره مال امو هم بود خب این لباس لباس آقا جونه یعنی نوستاد خان فکر کنم دست داشته باشه به افتخار لباس آقا جون دستا داریم میبینید لباس ها من از بچه ها ممنونم برای این موقعیت جدید فریدون، فرهاد و فرامرز بنده گشتاس سرمایه گذار این قضیه و دامادم گشتاس و دختر عزیزم گلچهره و نوه‌ام علیرضا این لباسو که طرح لباس شما جووناست برای من درست کردن که از فردا من اینا رو بپوشم لباسه من هم شیکتره من میشم همرنگ شما جوونا دلها باید جوان بود دست آوردی دست آوردی بله ساعت 2 بعد از نصف شبه معلومه دست شما خواب ندارن ما خواب میخوایم آسایش میخوایم من دارم با جوانها با فرزندان خودم درد دل میکنم بله تازه شما آشنا آقا فریدونی ها دست دارونی برای آقا این حرفا تونو بده واسه صبح روزو که از شما نگرفتن مردم میخوان بخوابن کدوم مردم؟ مردم حقیقی این جوانها هستن باید به درد دل اینا رسید دستان رو پیکارت تو گفت شما چه؟ او درن رو شیر میده اجازه رو دارن پیکارت ساکت رو دیگه بچه با این توریا ببندی؟ با بچه باید برخورده بخورده هم مردم آزا درند اه؟ پس این توریه؟ داشته با بزنین آقا بزنین حالا نیست رو دوری کنم بزنین نشون کنم دفتر بای میگه مادر به خواب کوچولو تو خواب میبینی تو باز باقه البالو کنش بوی گند داره خفم میکنه چی کار کنم دو تا پنبه میذارید گوشتون با خیال راحت میخوابید بو داره خفم میکنه پنبه بذارم تو گوشم پنبه که بذارید تو گوش آها این دماغ نه من برای خواب شبتون میگم خواب شب چیزی نیست دو تا پنبه میذارید راحت میگیرید میخوابید اصلا نگران نباشید منو از این تو نجات بده نه نه اشتباه نکنید همین تو بمونید به نفعتون یعنی چه چرا به نفعتون دیگه مردم بفهمن شما رو بازداشت کردن همه چی به نفع شماست فیروز خان تموم شده رفت آبرو چندین چند سال همون هم میره این چهار تا رأی هم که قرار بدن دیگه نمیدن میگم ساده اید نگو نه اتفاقا برعکسه همه الان در به در دنبال همچین موقعیت میگردن جای شما باشن بعد شما میگی من بیار بیرون الان اینا میگن یه سند بذاری کار تمومه میتونی آقا جونو تو ببری من گیر دادم میگم نه ما سند نداریم چرا؟ چون به نفعتون شما اینجا بموند ای مونده به حرف تو گوش بده خب بیا بارم به حرف من گوش کنید دیگه همش که فریدون و فرهاد نمیشه که خب این چه ریختی اومدی اینجا؟ مبدل اومدم نشناسم سیبیلت از دور داد میزنه فرامرزی چی رو مبدل اومده منو زودتر از بین این لش و لوش اینجا نجات بده ای درست صحبت کن من خودم دکتری دارم آه تو درست صحبت کن آه هیچکی به آقا جون من اینجوری حرف نمیزنه یکیه چاکرم آه این درسته آقا بس من برم آه دیگه زیادم اصرار نکنی فقط شما کافیه دو روز اونجا بمونید بقیهش با من با فرامرز خان باشه دستتون رو بیارید دستمو برای چی؟ بیارید شما میخوام بسازمت بیا سیگار
سیگاری نیستم که. نه برای شما نمیگم، برای بر بچه ها بدید، هواتون رو داره. فقط یه نخ شما برای یه نخ من. خب پس من خیالم راحت بشه، این موقعیت رو خراب نکن. آقا جون من رفتم. برو بابا برو. دست بده. پس من رفتم، قربون شما. خدا جناب سرمان حبسو بابا، یه چکش الان میرین واسه تون درست کنن.